به نام خداوند جان و خرد. رسیدیم به برنامه 100. از مرداد 98 هر هفته با شما بودیم. به امروز میشه 100 برنامه ما با شما. 100 هفته. از 98 تا امروز. ممنونم از همه بینندگانی که تو این 100 هفته با ما بودن. ممنون از همه کسانی که تو این 100 هفته ما رو تایید کردن و ما رو دوست داشتن. ممنونم از تهیه کننده برنامه عمار سپانی. ممنونم از کارگردان برنامه سهر شادلو. و خیلی ممنونم از بیتا موسوی که از ابتدای برنامه همراه من بود تا امروز که 100 برنامه است. و تشکر میکنم از فیلمو و آپارات که سپورت کردن این برنامه رو تا امروز. برنامه ویژه 100 هفته کافه آپارات رو با هم میبینیم. آقای بروزه شعیبی، خیلی خوش آمدید برنامه ما. خیلی خوشحالم میبینم دوباره و انشالله که موفق باشی. یک سلام علیکه با این بینندگان کافه آپارات بکن تا وارد برنامه. چشم. سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که باز این فرصت شد در برنامه کافه آپارات در خدمت شما باشم. خیلی ارادتمندم آقای ایرانی. مخلص بهروز عزیز هستیم. بهروز جان، اولا فروش فیلم چطوره بگونم؟ فروش فیلم خیلی خوبه، خدا رو شکر. خیلی خوب. یعنی برای این جنس فیلمی که خب به هر حال یکی دو تا فیلم تو همین فضا در کنار فیلم ما هستن، تقریبا داره همه همپا میرن جلو. و انشالله حالا با تصمیماتی که دارن میگیرن راجع به قیمت بلیت، من فکر میکنم رو به رشدی مثلا. این قیمت بلیت باعث کم فروشی میشه الان؟ قطعاً. نه دقیقاً اینو آمار دارین؟ بله، ما یه کاری کردیم آقای جیرانی، یه خواهشی کردیم از انجمن سینمادارها. گفتیم آقا این فیلم حالا با توجه به مضمونش، روز تولد امام رضا، خب ما خیلی از قبل هم تلاش کرده بودیم که بتونیم مصادف با این هفته و تولد امام رضا فیلم رو افتتاح کنیم. گفتیم با توجه به این، روز تولد امام رضا رو تو کشور نیمه بها بذاریم. وقتی این اتفاق افتاد یه دفعه دیدیم حجم مخاطب ما چند برابر شد. خوب. خیلی خوب بود. یعنی ما دومین فیلم به لحاظ تعداد مخاطب بودیم. وقتی این تجربه شد، باعث شد که خب حالا تجربه جمعی شد برای هممون، هم حوزه هنری و هم مؤسسه تصویر شهر تلاش کردن که در سینماهای خودشون بلیت‌ها رو شناور بکنن. یعنی از تایم ظهر تا عصر نیمه بها باشه. حالا من ساعت‌ها رو چون دقیق نمیگم به خاطر که یه وقت اشتباه به مردم عزیزمون نگه. از بعد از ظهر تا سر شب یه مثلا باز هم یه 30% کم قیمت اصلی بره آخرش. آخر شب که دیگه علاقمندا و سینما روها میرن. ولی امیدوارم، من اینو میفهمم که سینما سال دو سال سختی رو گذروند به خاطر کرونا. یعنی واقعا دست مریضات داره، هر سالونی میری میبینی اصلا واقعا این مدیرای سینما به نظر من شاهکار کردن که سالوناشون حفظ کردن، گروهشون همه، یعنی چراغا همه روشن خدا رو شد. ولی خب مردم هم همین دو سال گذروندن دیگه، یعنی یه ذره توقف به نظرم برای این تفریح به حق مردم، به نظرم به حق که قیمت‌ها یه ذره متناسب بشه با وضع امروز هممون. اگه یعنی قیمت اگر شناور بشه به نظرتون فروش ها میره بالاتر؟ بله بله قطعا. حتی اگر قیمت اصلی پایه با حمایت دولت سازمان سینمایی یه ذره بیاد پایین، که من میگم اصلا دوباره مخاطب قطعا یکی از جاها تفریحات تاثیر قیمت تأثیر بالا زده تماشاچی رو 100%. 100% و چاره‌ای هم ندارن ها. یعنی سینمادارها چاره‌ای ندارن، برای بالاخره این چرخه‌ایه که باید به چرخه و چراغش رو روشن نگه داره. ولی میتونه به نظرم حمایت خیلی بهشون کمک کنه. سیاست به جا هست؟ زیاد هست سیاست؟ درست هست؟ بله خوبه، خدا رو شکر. به هر حال دوره چیزی شده دیگه، یه ذره از این ور خب فیلم ها، دو سه تا از فیلم ها فیلم های کمدی و فیلم های پرمخاطبه. دیگه اونا هم اکرانشون خیلی طول کشیده دیگه، مثل که انفرادی و سگبند اینا که خیلی طول کشیده. خیلی طول کشیده بله. ولی سگبند زیادتر، انفرادی کمتر. کمتر، ولی خب به هر حال متقاضی و مخاطب خودش رو داره.
فیلم مردم فقط میخوان بخندن دیگه. مردم دوست دارن که شاد باشن و خیلی هم سخت شده تبلیغات، یعنی ما برای اینکه بگیم آقا مثلا فیلم ما فیلم غمگینی نیست، حالش خوبه، یا مجبوریم که در واقع یه تعریف متفاوتی از آنچه که در واقعیت فیلم هست بدیم، یا اینکه الان تبلیغ کجا نه، چون الان که تلویزیون متاسفانه برای بعضی فیلم ها تبلیغ نمیکنه. نه تبلیغ مجبوری رو داشته، نه تبلیغ نمیدونم همین الافزار رو داشته و نه تبلیغ لامینا رو داشته. تبلیغ شما رو مثل که داشته. بله ما تبلیغمون با یه هفته تاخیر ولی رفت. داشتین تبلیغتون بله. داشتین ولی اونا تبلیغ نداشتن. تلویزیون تاثیر داره تبلیغش؟ هنوز خیلی خیلی تاثیر داره. بله به هر حال آقای جیرانی تلویزیون هر آنچه که ما بگیم مثلا مخاطبش کم شده چیزی، به هر حال حجم زیادی همچنان مخاطب برنامه های تلویزیون هستن. ممکنه تو بخش نمایشی ما بالاخره ریزش و مخاطب داشته باشیم، ولی یک بخش های تلویزیون مخاطب خودشو داره طبیعتا. من نمیخوام بگم، میگم تبلیغات تاثیر داره. بله خیلی، چون تیزر تبلیغ قبلا خیلی تاثیر داشت، یعنی قبلا ها که الان هم داره. الان خیلی داره. بله بله بله. امیدوارم، من خواهشم اینه که تلویزیون واقعا حمایتش رو از سینما بیشتر کنه. نه نگاه ملی داشته باشه. تلویزیون نگاه ملی نداره، یعنی همه فیلم، یعنی تقسیم بندی میکنه فیلم هایی که دوست داره فیلم ها. تلویزیون در آگهی که نباید تقسیم بندی کنه، که آگهی باید تقسیم با فیلم ها رو پخش کنه. فیلمی که من دوست داره امکان داره دوست نداشته باشه، امکان داره تماشای دیگه بره دوست داشته باشه، باید این کارو نکنه. من نفهمیدم این تقسیم بندی رو که تلویزیون ایدئولوژی رو وارد آگهی میکنه، اینو نفهمیدم. من فکر کنم خیلی مستقیم به مدیرای تلویزیون فکر میکنم بر نمیگرده، به جاهایی که به تلویزیون فشار میارن بر میگرده. دیگه ببین الان وقتی عجب در اینجا تبلیغات، بخش تبلیغات بیسکویت و شیر و بانک و مانک و اینا که ایدئولوژی توش نیست، فقط توی سینما ایدئولوژی میاد توش که آقا ما این فیلمو دوست نداریم پخش نمیکنیم. من اینو نمیفهمم تو تبلیغات، توی پخش فیلم میفهمم. تو میتونه فیلم منو پخش نکنه، بگه آقا این فیلم به درد تلویزیون نمیخوره مثل همه جا، اما در آگهی که من اینو نمیفهمم دیگه. چرا واقعا این وقت نفهمیدم اینو؟ برای که آقای جیرانی توی خیلی از بخش این اتفاق افتاده. شما اگر روی اصول خودتون، اصول حرفه‌ای یا اصول شخصی، نه اصول حرفه‌ای، بگی که آقا مثلا من الان میخوام راجع به فلان فیلم صحبت کنم، اون فیلمم شما نساختین، اون فیلمو یک کس دیگه با یه تفکری ساخته، اصلا ما مختاریم دیگه، من مختارم که وقتی فیلم میسازم فیلمی بسازم که باورش دارم و دوستش دارم. ولی اگر من الان راجع به شما با هم داریم گفتگو میکنیم، فردا یه تعدادی میگن چرا با بیروت شعیبی گفتگو کردی، چرا راجع به این فیلم حرف زدی؟ اون داستان داستان دیگری است. اون داستان جامعه دو قطبی که وارد شدیم. ببین ما داستانه وارد یک جامعه دو قطبی شدیم. من مدت هاست دارم اینو میگم. دو قطب مخالف و موافق. یعنی ببین قبلا ما یک جامعه بودیم که میانه روها وسط بودن. یک قطب تون روها بودن در دو قسمت، خارج و داخل. اما الان در واقع دو تا در واقع ما جامعه دو قطبیم. یعنی یا باید تو مخالف باشی یا باید تو موافق باشی. اگر بخوای وسط قرار بگیری از دو طرف فوش میخوری که آقا از یه طرف میشه قبض زده، از یه طرف میشه مزدور. یعنی در واقع نکته اینجاست که یعنی اون وسط دو تا انگ بهت میخوره. بله. داخلی ها بهت میگن تو قبضگرایی، خارجی ها بهت میگن تو مزدوری. یعنی ببین قبلا میانه روها بودن وسط و میانه روها یه بازی رو میکردن. خب به حال انتقاد داشتن به نظام و انتقاد داشتن و در این حال فیلمشون هم میساختن و در این حال در واقع برانداز هم نبودن میان راهی که فیلم می‌ساختن. و این نکته الان تو و تو این وسط الان تو شما موقعیتون خیلی سخت میشه در این جامعه دو قطبی که شما انتظار دارن که موزگیری کنید. جامعه دو قطبی همینه دیگه. خود بخش داخلم این جامعه دو قطبی رو رشد داده. به نظر من متاسفانه در داخل هم به این جامعه دو قطبی خیلی کمک کردن نیروهای سعی کردن این جامعه دو قطبی کنن. یعنی با حزب که آدمایی که بهشون میگن قرض زدند و قرض گرا و اینا، جامعه رو تبدیل کردن به جامعه دو قطبی. خیلی تلخ این قضیه. خب ما بارها به نظرم بارها که حداقل در این تاریخ 40 ساله‌ای که ماها تجربه کردیم، یعنی از سنی که بارها هزینه این تفکر رو دادیم، چه در داخل چه از نگاه کسانی که به این شدت این تفکرتون رو بعدا در نقطه اوجشیم. بله کاملا نبوده اصلا. من الان خودم اصلا فکر نمی‌کردم که در سالهایی که علاقمند به سینما دارم کارم میکنم، فیلم یه فیلم خوب میسازم، یه فیلمی در نمیاد، یه فیلم میدونی، یعنی به لحاظ سینما فکر نمیکردم که
قرار بار اتهاماتی رو به دوش بکشم که اصلا بهشون فکر نکردم. یعنی توی جامعه‌ای دارم زندگی میکنم که مثل بقیه خانواده من هیچ وقت وارد هیچ فضای سری عجیبی نشدم، ولی یه دفعه میبینم انگار، ببینید آقای جیرانی، این ماجرا سالها پیش کلید خورد اتفاقش. یک بخشش اوایل خیلی برای ما شوخی بود، یعنی من مثلا میدیدم فیلم اکرانه، فیلم ما یا یه کاری داره پخش میشه، بعد مثلا میگفتن که ببینید بهروز شعیبی از فلان جا پول گرفت، بعد من میگفتم که نگاه کن، برای که اون فیلم کنار ما یا اون فضای سینمایی کنار ما فیلمش دیده شه، میگن که این فیلم مال فلانجاست، این فیلم به سفارش فلانجا ساخته شده. برام خیلی شوخی بود ماجرا، یعنی میگفتم اب نداره اکران دیگه، حالا اونا دارن. من تصمیم داشتم و هنوزم دارم که هیچ آدمی از همکارام نباید حذف شه، نباید. یعنی هیچ فرقی نداره که هر سینماگری با هر تفکری اگر قرار باشه که با هر اتهامی حذف بشه از سینما، فرقی نمیکنه این سینماگر چه تفکری داره، چه به هر حال خواستگاهش و جایی که برای عرضه تفکرش رو انتخاب کرده فرهنگ مملکته، سینماست. خب ببین بهروز جان، حرفت بسیار درسته. تو فیلمسازی بودی که از ابتدا من میدونم که این اعتقاد داشتی که جامعه متکثر سینمایی باید همه تفکراتش کار کنن، ولی وقتی یک تفکر نمیتونه تیزرشو پخش بکنه و یک تفکر میتونه تیزرشو پخش بکنه، بین اون دو تا تفکر در اینجا شکافی ایجاد میشه. این من نوعی میگم، حالا من نوعی به تو معترض میشم، تو حکومتی هستی داری تیزرت پخش میشه، کاملا تیزر من پخش نمیشه. اما اگر اون جایی که تیزرها رو پخش میکنه همه تیزرها رو پخش کنه، هیچ وقت این شکاف ایجاد نمیشه، کاملا هیچ وقت این شکاف ایجاد نمیشه. شکاف خود اونها ایجاد میکنن، یعنی در واقع چیزی ایجاد میکنن، تیزر منو پخش میکنن، پخش نمیکنن، تیزر تو رو پخش میکنن. بله، یعنی در واقع داستان اینه که تقابل شروع میشه. کاملا درست. ما باید جلوی این تقابل بگیریم. یعنی وقتی که در جامعه متکثر فیلمسازان متفکر داریم با تفکرهای مختلف، باید همه تفکرات عرضه بشن، کنار هم قرار بگیرن. اون وقت تفکری که قراره که اونا دوست دارن یا تو این بازی برنده میشه، تو بازی برنده میشه. که مردمن که میرن سینما دیگه تفکر تحویل میکنن دیگه. آقای جیرانی، زمانی من چند روز پیش با خودم فکر میکردم که خب الان فیلم اومده و احتمالاً کسایی که هم فیلم رو دیدن هم حالا احتمالاً اگر ممکنه این سالها بدونن من چیکار کردم، میدونن که من واقعاً تا امروز یک جمله به پیشنهاد و سفارش کسی نه تو فیلم گذاشتم نه برداشتم. قاعدتاً چرا؟ من دوست دارم که فیلمی بسازم که دوچار دخل و تصرف نشه، یعنی ممیزی نخوره و فیلم خودم رو بسازم. ولی وقتی که میبینم که من یک روزی فیلم سازی رو به عشق مهرجویی شروع کردم، به عشق آقای تقوایی شروع کردم، به عشق آقای بیضایی شروع کردم و امروز میبینم تبلیغ فیلم آقای مهرجویی در تلویزیون نمیشه، بیشتر از اینکه لذت ببرم و خوشحال باشم که ای خدا رو شکر بالاخره فیلم من در تلویزیون داره تبلیغ میشه، به هر حال من چه زیست و چه زندگی دیگه دارم. من زندگی ما همه آقای جیرانی، همه ماها همین فیلمامونه دیگه. یعنی من این فیلم تموم شه تا فیلم بعدی حیاتی ندارم، روزمرم دیگه، یعنی بله حیات کاملا. ندارم بله حیات من موقعی که دارم فیلمی میسازم و موقعی که مردم دارن فیلم رو میبینن، چون به سرعت حتی اون مرحله ساخت فیلم ها میره کنار و فقط حیات من به فیلم هایی که کار کردم، همه ماها در واقع شمرده میشه و لذت برای منم از بین میره. من وقتی میبینم که همکار من نمیتونه فیلمش رو تبلیغ کنه، علارغمی که همه ما نمونه تیزر فیلممون رو میبریم تلویزیون، میگیم آقا میخوایم فیلممون تبلیغ بشه لطفاً چیز کن، حتما اونایی هم که فیلماشون تیزرش پخش میشه حتما اقدام میکنن برای تلویزیون. بله کاملا میفرستن فیلم میبینن. قبلا هم اینطوری بود، ما قبلا هم که ما هم فیلم داشتیم میبردیم تیزر تلویزیون میدیدن، بعد دو تا میدادن، سه تا میدادن، نمیدادن فلان اینا. ببین نکته اینجاست که این حرفی که تو میزنی خیلی حرف مهمیه. من برای همین میگم که اختلاف از کجا پیش میاد. تو میتونی تیزرت پخش کنی، من نمیتونم تیزرم پخش کنم. تو الان داری از مهرجویی دفاع میکنی. بله همه ما از مهرجویی دفاع میکنیم، همه ما از نسل جدید دورمیشیان هم دفاع میکنه. ببین همه ما تو سینما از هر نسلی که داره فیلم میسازه، هر تفکری که تونسته مجوز بگیره فیلم بسازه، ما دفاع میکنیم. بله بله دفاع میکنیم.
و نکته اینجاست که بتونیم تفکرات مختلف فیلم بسازن. وقتی شما اجازه دادی فیلم رو مجوز دادی، چرا تیزرش رو پخش نمی کنی؟ وقتی شما مجوز اکران دادید، چرا موزه سینما فیلم رو اکران نمی کنه؟ آقای جیرانی، حالا چون شما، ما دوستی من با رضام از فیلم شما بود و از اون سال هم شد، من میگم اگر من فیلم بسازم و بدونم رضا دورمیشیان داره فیلم میسازه و من فیلم اکران میکنم همزمان با فیلم رضاست، من احساس خوشبختی میکنم. باور کنیم به خدا، اگه همه سینما رو به من بگن سال 5 تا فیلم بساز ولی بقیه بدونم در یک سختی یا اصلا قرار نیست، هیچ لذتی از کارم نمیبرم. یعنی کل زندگی ما همینه که در کنار هم باشیم. بسیار درسته، برای که تفکر تو کنار تفکر رضا دورمیشیان، کنار تفکر میرجویی، کنار تفکر حاتمی کیا، کنار تفکر دوست دیگرمون آقای میرکریمی، کنار تفکر اینها سینماست. بله. حذف تفکرها غلطه. بله. وقت تفکرها با هم مقایسه میشه، دعوایی هم نیست. تفکر من تماشاشی تفکرهای مختلف هم. آقا این جامعه چند پاره است؟ این جامعه یک پاره نداره. این جامعه چند پاره خیلی نکته مهمیه که تفکرات مختلف توش هست. الان تو داخل شهر تهران را رفتی؟ بله. داخل رستوران را رفتی؟ بله قاعدتا. داخل کافی شاپ ها میری؟ بله. این شهر تهران و کافی شاپ و داخل رستوران و داخل مغازه قابل پخش در تلویزیون است؟ اصلا. اصلا نیست دیگه. اگر ما تلویزیون نماینده تفکر رسمی بگیریم و زیست شهری رو در تهران زیست شهری کلان شهر بگیریم، یعنی پس چکاف است بین زیست شهری یک کلان شهر با تفکر رسمی دیگه. چون یک پلان نمیتونه نمایش بده، نه داخل کافی شاپ میتونه نمایش بده، نه داخل رستوران ها میتونه نمایش بده، نه داخل مغازه ها میتونه نمایش بده، نه رفت و آمد تو شهر تلویزیون میتونه نمایش بده. و یه اتفاق بد در ادامشه. اتفاق بد اینه که همه تلاش میکنن که یا کافی شاپ ها رو شبیه تلویزیون کنن. آفرین. تلویزیون که نمیاد این طرف. آره. یعنی فضا برای مردمی که دارن زندگی میکنن. من رفتم توی چند تا شهر به واسطه فیلم. باور کنیم وقتی این شبا میرفتم میدیدم که این جوونا یه جای دور هم نشستن، هر بار حتی تو تهران ها، هر باری که میبینم یک جمعی در خیابون، در کافه، در رستوران نشستن، میگم الهی شکر، چون این جمع یک جایی رو داره برای بیرون آمدن. پاتوق داره. و اگر این پاتوق نباشه، اینا کجاست جای بعدیشون؟ قطعا اتفاقات بعدی بر هممون میفته. من میگم که اون چیزی که تعریف واقعی مردم هست، همون چیزیه که یه بار شما یه نقد خیلی خوبی داشتین در برنامه هفت اون سالها راجب سینمای قبل انقلاب و بازتابش بود. شما یه نکته خیلی درستی گفتین، گفتین تمام، اگر اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، ولی چیزی که من خاطرم هست، شما گفتی آن چیزی که در سینما داشتیم میدیدیم، حالا ممکن بود صحنه کافه بود، آوازخوانی بود، هر چیزی که بود، اون چیزی بود که در تو جامعه بود. بله بود. من دارم میگم اون بر، یعنی جامعه بود، یعنی اگه اون عرق خوری تو فیلم ها، این طرفش پیاله فروشی بود، اون طرفش رقص کافه بود، اینا همه تو جامعه بود، از جامعه اومده بود تو فیلم سینما. اونا حذف شد تو فیلم نیومد دیگه. بله. آره. حالا یک نکته وجود داره، من پیشنهادمه واقعا یه ذره به این هم فکر کنیم. همه جاها ببینید، ما دو نوع فیلمسازی داریم. این دو نوع فیلمسازی رو بهش در واقع محترم بشماریم. یه نوع قصه پردازی آنچه که هست، یه نوع قصه پردازی آنچه میتونه باشه. من همیشه وقتی این بحثه میشه که میگن آقا این فیلمت اینجوری، اون فیلمت اونجوری، میگم آقا اینا دو نوع قصه هست. ما دارکوبمون آنچه که هست، خب، ولی یک مثلا قصه مثل پرده نشین آن چیزیه که میتونه باشه. بله، ببین آرمان‌هایی وجود داره که من میگم که این آرمان‌ها زمانی بروز میکنه که همه تفکرها کنار هم قرار داشته باشه. بله. وقتی تفکری حذف بشه، اون آرمان‌هایی که تو پرده نشین هم از بروزش کم میشه. بله. ببین نکتهش اینه، حرف تو بسیار درسته. ما یه فیلمایی داریم که واقعیت موجودن، یه فیلمایی داریم از یک حقیقتی صحبت میکنیم که اعتقاد داریم، یعنی فیلمساز بشه اعتقاد داریم میخواد اون حقیقت رو نشون بده. بله، اشکال نداره. به این فیلم سینمای عامیانه یه جوره، سینمای روشنفکری یه جوره، روشنفکری عرفی یه جور نگاه میکنه، روشنفکری مسلمان یه جور نگاه میکنه. اصلا این نگاه ها لازمه است. بحث جامعه، من شهر تهران رو برای چی گفتم؟ تهران یعنی چی؟ یعنی کلان شهر، یعنی یک کلان شهر دیگه.
این زیسته توی این کلان شهر قابل نمایش رو تلویزیون نیست. بله متاسفانه نیست قابل نمایش. نه صدا هم قابل پخش نیست. یعنی اگه تو وارد تاکسی بشی با موسیقی هایی که گوش میدن، اون موسیقی ها رو نمیتونی تو تلویزیون پخش کنی. کنار خیابون ساز میزنن، نمیتونی نشون بدی. یعنی تو اگر من تو بریم بیرون دوبینو منو ببریم، باید چیکار کنیم؟ سیاهی لشکر را بندازیم. بله بله حتما رفتی تو شب. بله. سیلا من تو فرودگاه رفتم سیاه لشکر بردم فیلم مدری کردم. بله. نمیتونستم تو فرودگاه فیلم مدری کنم، پوشش قابل نمایش نبود. خب اینه باید یه فکری کرد. پس جامعه زیستهای مختلف داره و این زیستهای مختلف در کنار هم دارن با همزیستی مسلمت همی زندگی میکنن. بله. پس این نکته خیلی مهمیه دارم. اگر واقعا کسی بین ما نیاد، یعنی بین ما فیلم سازا، حداقل تو صنف خودمون میگم، به خود ما خیلی راحت داریم با هم کار میکنیم. یعنی من وقتی میشینم یه فیلمی ممکنه قصهش رو دوست نداشته باشم، اصلا نگاهش رو دوست نداشته باشم، ولی میدونم که اون فیلم مهمه که باشه که منم بتونم فیلم خودم رو بسازم. ولی وقتی وسط ما هر جریانی، به قول نکته که تو اول فرمودین، موافق مخالف فرقی نمیکنه، هر کی میاد وسط ما، من دیگه نمیتونم درست کار خودم رو بکنم. یعنی همش نگرانم که الان این کاری که من میکنم چه اتهامی بهم زده میشه. اونی هم که در واقع باز با یه فکر دیگه، با یه تفکر دیگه، او هم نگرانه، چون او هم میخواد حرفش رو بزنه، دوچار سانسور میشه، دوچار ممیزی میشه. ما شکاف ها رو باید به رسمیت بشناسیم. شکاف ها رو نمیتونیم حذف کنیم. شکاف ها به رسمی، شکاف ها قابل حذف نیست. اینکه ما فردا بریم تو مغازه ها بگیم که شما اگر این کار نکنید ما مغازه رو میبندیم، قابل اجرا نیست. الان بله. شوخی این مسئله که ما بگیم فردا بریم تو مغازه بگیم اگه این کار نکنید مغازه رو میبندیم، قابل اجرا نیست. جامعه زیست های مختلف داره، این زیست ها رو باید کم کم به رسمیت بشناسیم. نمیتونیم بله. به رسمیت نشناسیم. بنابراین اگه به رسمیت بشناسیم، تفکر تو دیده میشه. تفکر وقت تفکرها رو به رسمیت بشناسیم، تفکرها کنار هم قرار میگیرن. اون تفکری که اعتقاد به یک آرمان شهری دیگه داره، کنار تفکری که یه جور دیگه انتقاد داره قرار میگیره، و اونجا بدون قرار قبلی بیشتر دیده میشه. این خیلی بیشتر الان دیده میشه، ولی بیشتر دیده میشه. بله. درست نمیگم؟ خیلی خیلی درست میفرمایید و راحت تر میتونیم حرف بزنیم. بله کاملا. یعنی من وقتی که یک فیلمی میسازم مثل بدون قرار قبلی، که نه در ساختش، نه در فیلمنامه‌اش، نه در اجراش با هیچ کسی کاری نداشتم، یعنی فیلم خودم رو ساختم. من این فیلم آقای جیرانی تو هر جای دنیا، تو فرانسه هم میساختم همینجوری میساختم. بله هم تفکر هر جای دنیا بله. میساختم همینجوری بله. میساختم برای که باور خودمه. بله اگر یه جور دیگه بزرگ شده بودم، یه جور دیگه به در واقع جنس تفکرم یه چیز دیگه بود، یه فیلم دیگه میساختم. برای همین من میگم که من الان فیلم بدون قرار قبلی میسازم، قبل از اینکه کسی فیلم رو ببینه میخواد قضاوت کنه که بهروز شعیبی از کجا اومده، چه جوری داره فکر میکنه و چی میخواد بگه. توی نسل قبل از ما که بین در واقع، حالا در واقع میتونم بگم نسل شما که اساتید ما این، همین اتفاق کلید خورد. یعنی اینکه شروع شد که آقای فلانی داره کجا پول میگیره، آقای فلانی داره چی میگه، و هی تبعاتش بیشتر شد. ما دهه 60 این مسئله رو نداشتیم. دهه 60 در واقع فیلم ها ساخته میشد، فارابی هم وام میداد، در واقع به فیلمسازان شاخص هم وام میداد فارابی، و ما شاهکارهای بسیار درخشانی داریم تو نیمه دوم دهه 60. یعنی اگر بخوایم سینما رو تقسیم بکنیم، ما دهه 60 از سال 66 به بعد همون درجه بندی که انتقاد داشت، از دلش حظ ممیزی بیرون اومد و دل حظ ممیزی شاهکارها بیرون اومد. یعنی سینمای جدید ایران در نیمه دوم دهه 60 شکل گرفته. یعنی تا الان نگاه کن، هامون رو ببین قضیه رو، دندان مار رو ببین قضیه رو، کلوزآپ نمای درشت هم شد. بعد نیمه دوم خود تو دهه 80 اومدی. اولین فیلم تو چه سال ساختی؟ 91. آره تو دهه 90 اومدی. تو نسل بعدی دیگه. ببین نسلی که دهه 60 اومد، نسلی که دهه 70 اومد، نسلی که دوره اصلاحات اومد، نسلی که بعد از اصلاحات اومد. اینا اومدن سینما رو پربار کردن، تفکر مختلف اومدن. این اختلافی که تو اعلامی کی بودجه داره تو دهه 60 این شدت نبوده. بله. خب آخه اشکال به منم برمیگرده. اشکال به من برمیگرده که دستیار آقای جیرانی بودم، بعد میرفتم دستیار حسین لطیفی میشدم، بعد میرفتم دستیار احمدرضا معتمدی میشدم مثلا، و بعد میدیدم همه دارن فیلمشونو میسازن بدون هیچ چیزی. ما حرفه است و ما با این رشد کردیم. من اصلا وقتی میخوام یه قصه ای رو کار کنم، شاید کم هوشیمه ها،
اصلا تبعاتش فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم این درامه درست شکل می‌گیره، دغدغه من هست یا نیست؟ ببین عزیز من، من میگم تمام جاهای دنیا فیلم پروپاگاندا می‌سازن، هیچ اشکالی هم نداره ایران هم فیلم پروپاگاندا بسازه. یعنی اصلا دولت پول بده، فلان جا پول بده، نهاد حوزه پول بده، پول بده فیلم پروپاگاندا بسازه، هیچ اشکالی نداره. اما همه جای دنیا فیلم پروپاگاندا کنار مقابل کنار فیلمیه که مخالف با اون پروپاگاندا، کنار فیلمیه که داره به صنعت تجارت و پول و سرمایه و تماشاگری بیشتر فکر میکنه و همه تفکرات کنار هم، هیچ اشکالی فیلم پروپاگاندا نداره. اما وقتی که ما میگیم اون فیلم ساخته نشود، پروانه ساختش نمیدیم، این فیلم ساخته شود، دیگه یه شکل دیگه میشه. اما اگر ما همه اینا رو کنار هم داشته باشیم، به روز اون پروپاگاندا بیشتر دیده میشه، یعنی اون فیلم پروپاگاندا خیلی بیشتر دیده میشه. من فکر کنم دارم فکر میکنم آقای جیرانی، دارم یه دوره یک اتفاق تاریخی رو تجربه میکنم و اونم اینه که من یه فیلمی ساختیم با یه گروهی از سال 99 شروع کردیم، همین بدون قرار قبل. بدون قرار قبل. کی نمایش داده شده؟ 1401. بله بله. از اول میدونستیم آقا این فیلم در جشنواره 1401 در 1401 دنبال اکرانشیم، جشنواره خارجیش. میاد یک فیلمی نمایش داده میشه در سال 1401 که ما اصلا نمیدونیم این فیلم داره ساخته میشه. خب و این فیلم، فیلم من، فیلم ما که نمیدونیم اصلا چه شباهتی داره، اصلا من نمیدونم که سازنده اون فیلم، فیلم قبلیش چطور بوده، یعنی منظورم اصلا بحث با احترام به همه همکارا، اصلا بحث کیفی میخوام بکنم، من میگم اصلا نمیدونم کیفیت اون فیلم چیه، یا اصلا کیفیت فیلم من بهتره یا اون فیلم بهتره. خب بدون قرار قبلی فکر کنم تقریبا بی‌نظیر بوده که بیاد یک دفعه دو تا فیلم بدونی که این ور میخوان این فیلم رو با اون مقایسه کنن، اون ورم میخوان این فیلم رو، اون فیلم رو با ما مقایسه کنن و هیچ کدوم از هم خبر ندارن. یعنی من بر خودم اصلا این جریان جالبه که ما از یک طرف همه نوک پیکان به طرف ماست که شما جواب آخه مگه میشه من فیلم سینمایی در جواب اون فیلم ندیدی؟ یعنی تو فیلم رو ندیدی، یه فیلم ساختی خودت در مورد امام رضا ساختی، بایرم میساختی، دوستم داشتی بسازی، این طرف این فیلم تو خارج از کشور ساخته شده به عنوان عنکبوت مقدس، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن. اما همه دارن، تو فکر میکنی دارن سعی میکنن اینا رو با هم پیوند بدن دیگه. اصلا یه دفعه یک موجی ایجاد شده که میگن آقا بدون قرار قبلی در جواب اون فیلم. من اولی که در جواب اون فیلم هم میخوام بگم که من اون فیلم رو ندیدم، نمیدونم اصلا مضمونش چیه، میدونم پرونده فیلم رو میدونم، نگاه منظورم کارگردان مؤلفش چیه نمیدونم. حالا اون کارگردان، من یک پرانتز باز کنم، من تو شورای پروانه ساخت بودم، همون کارگردان سناریوشو داد به شورای پروانه ساخت. من تا اونجایی که یادم اون سناریویی که تو شورای پروانه ساخت از همین کارگردان عنکبوت مقدس خوندم، این چیزایی که در موردش میگن من تو اون سناریو ندیدم. یعنی میخواست در ایران با پروانه ساخت داخلی فیلمو بسازه. من اون سناریو رو خوندم به عنوان عضو شورای پروانه ساخت. بعد خودشون به دلیل شکایت سازندگان عنکبوت دیگه که مال دوستمون آقای ایرج ایرجزاد بود، اون از دور خارج شد. یعنی بعداً دیگه سناریو رو خارج کردن که در واقع گفتن که در واقع این سناریو در واقع اونجا در واقع که آورده بودن قرار بود با یه تهیه کننده معتبرم کار بشه که بعد خود تهیه کننده سریال سناریو رو گذاشت کنار و سناریو رو کار نکردن که سناریو رفت. ولی نکته اینجاست که اونم می‌خواست در ایران فیلمو بسازه. خب من فیلم ابراهیم رو دیدم. خب من فیلم ابراهیم دیدم. آره. فیلم خوبی هم هست. من فیلم چیزا این عنکبوت مقدس رو ندیدم واقعا. و بعدم آقای جیرانی، آخه من اینو به بینندگان عزیزتون میگم، مگه میشه یک فیلم سینمایی که ما دو سال تلاش میکنیم تازه بشه یک چارچوبی براش درست کنیم و فیلم ساخته بشه، من بیام در جواب اون فیلم بسازم؟ خب البته ببین من میفهم تو چی میگی، ولی دوستانی در داخلم این بهره برداری رو کردن که سعی کردن که در اکران یه جور صحبت کنن که این جوریه. ببین فیلم تو رو من خیلی دوست دارم، فیلم خوبی هم هست. لطف شما. در واقع یکی از فیلمای خوبت هم هست در واقع. حالا شاید ایده دوست نداشته باشم، ولی من خارج از تفکرات فیلم‌ها رو خارج از تفکرات می‌بینم و خارج از تفکرات قضاوت می‌کنم و در واقع معتقدم تفکر سالمی هم پوشش داد. ولی خب الان جویه که اون جو خیلی بزرگ کردم، اون فیلم ما ندیدیم،
ما که اون فیلمو ندیدیم عنکبوت اون که مقدر اونایی که دیدن باید نظر بدن. حالا اونایی که دیدن میگن خیلی فیلم مزخرفی بوده. اونایی که دیدن، اونایی که من با چند نفر دیگه صحبت کردم گفتن فیلم خوبی نبوده، ما که ندیدیم قضاوت اصلا در مورد اون فیلم نمی‌کنیم. ولی خب به حال این چیزی که تو میگی هست دیگه، یعنی در مورد توش پیش اومده دیگه، یعنی ولی در حالی که اصلا تو فیلمو بدون اینکه بخوای در مورد اونجا بسازی فیلم خودت ساختی، فیلم خودت ساختی، درسته؟ بله. و من اگه مثلا میخواستم عرض کنم که اگه همین الان من عنکبوت مقدس رو میدیدم و قرار بود بدون قرار قبلی بسازم، بازم همین جوری میساختم، هیچ فرقی برام نمیکرد. یعنی اصلا من که برای جوابیه کسی فیلم نمیسازم. برای چی؟ بدون قرار قبلی از کجا آمد؟ ایدهش؟ ببینید صادقانه، حالا اتفاق اینجوری بود که ما در واقع بنیاد سینمای فارابی یه پیشنهادی به من دادن، پیشنهادشون هم این بود که ما بیایم یک فیلم ایرانی بسازیم. برای من سوال اینجوری بود که آقای رضاداد به من اولین بار زنگ زدن، گفتن که فلانی تو یک فیلمی که یه فیلم دلی در واقع برای ایران دوست داری بسازی؟ گفتم آقای رضاداد من دارم یه فیلمنامه دیگه کار میکنم. داشتیم روی فیلمنامه کار میکردیم، ولی اگه واقعا با این مضمونه و با این چیزه من هر کاری داشته باشم تعطیل میکنم، برای که فکر میکنم هر کسی یه بار فرصت داره. هر مال اونا بود، هر مال نه نه بارو. همین ایده، فقط همین یه جمله، فیلم راجع به ایران، فیلم راجع به ایران، همین یه جمله. بعد ما اومدیم گفتم که آقای رضاداد اگر شما این رو به عنوان پیشنهاد دارین به من میگین، من هر کاری تو زندگیم داشته باشم تعطیل میکنم، چون فکر میکنم یه بار این همچی فرصتی دارم، آیا همچی اتفاق میتونه بیفته؟ گفتن تو ایدهتو بده، ما در فکریم که امسال یه فیلم اینجوری ساخته میشه. ما شروع کردیم با اولی که با چند تا از نویسنده ها، حتی نویسنده های غیر سینمایی شروع کردیم صحبت کردن دنبال ایده و طرح و اینکه بخواستیم این فضا برامون چشه. زمانی که به یک ایده رسیدیم، یک سخطی که طرح نبود هنوز، میگفتیم آقا برای ایران بخوایم کار کنیم این سه تا کلید واژه باید باشه. به نظر خود من پیشنهادهای ما این بود که پیوند با ریشه ها، پیوند با خیشتن، یک فراق، یعنی فراق و دنبال کلید واژه‌اش بودیم. و بعد رسیدیم به امام رضا. ماجرای امام رضا برای من ماجرای ملیه، یعنی علاقه من همه میدونن که دیگه الان بعد این فیلم بالاخره من ارادتم رو امیدوارم تونسته باشم بگم، من ماجرا برام ماجرای ملیه. من میگم آقا ما ایرانی هایی داریم با مذاهب و دین های مختلف که ارادت به امام رضا دارن، اصلا مسئله گروه خاصی یا علاقمند خاصی نیست. با این پیشنهاد دادیم. اوایل در واقع خود فارابی خیلی دغدغه تولیدش رو پیدا کرد، دغدغه به لحاظ مالی عرض میکنم، یعنی گفتن این طرح، پس ما حتی به اینجا رسید که این فیلم رو نمیشه تولید کرد. رفتیم جلوتر گفتن آقا این فیلم اون چیزهایی که فکر میکنیم بشه حمایت یا شراکتی گرفت برای فارابی، اون موقع آقای تابش بودن تو فارابی و آقای ایلبگی معاونت فرهنگ، گفتن که اون بخش ها کمرنگ تو فیلمه و این رو مثلا میتونی نگاه دیگه ما هرچی فکر کردیم دیدیم این طرح ماست، واقعا دیگه کارش نمیشه که از این جلوتر دیگه با باور ما فرق داره. گفتیم نمیشه تا یک سوم آخر فیلم برداری آقای جیرانی، آقای رضاداد، آقای ایلبگی، آقای تابش همراه بودن با فیلم، ولی خدا میدونه من هر روز میگفتم این فیلم تموم نمیشه، چون پول نداشتیم. هیچ کسی نیومد شراکت کنه در فیلم، هیچ کسی. زمانی که داشت فیلم برداری تموم شد، مؤسسه تصویرشر تازه با خبر شد که آقا چرا از اول به ما نگفتیم 20% شریک شد. هیچ جایی در واقع هیچ ارگانی نبود. من امروز که خدمت شما هستم هنوز دستمزدم و با فیلم بدون قرار قبلی تصفیه نکردم، فیلم اکران شده هنوز تصفیه نکردم و تمام این دو سال من هیچ کاری نکردم به غیر از بازی در فیلم هناس که یک 45 روزی من درگیرش بودم در پس تولید فیلم بدون قرار قبلی. امروز هر کی به من میگه فیلم بعدی بیا صحبت کنیم طرحی چیزی، میگم بذارین این موجود زنده این بچه رو ما برسونیم اکرانش تموم شه بعد من تازه میتونم حرف بزنم. من
تا امروز با این فیلم اینجوری اومدم و خوشحالم ها. یعنی من نمیخوام، خدا رو شکر، یعنی همون اندازه که در میارم خرج میکنم، همون اندازه هم که پول در میارم داره زندگیم اتفاق، ولی بالا و پایین هاش برام تموم میشه به نظر خودم. ولی این که من تونستم یه فیلمی بسازم که به نسل بعدیم بگم آقا ما در این مقطع زندگی کردیم و این حال و هوای دلیمون بود، این برای من کافیه. اگر من از اینجا به بعد دیگه فرصت نکنم، که امیدوارم این حرفی که میزنم نشه ها، بتونم فیلمی راجب ایران بسازم، فیلمی راجب خیلی از چیزهایی که دوستش داریم بسازیم، فیلمی راجب امام رضا بسازم، باز من میگم که خیلی خدا رو شکر که با همه مسائل بالا پایین ها و حرفایی که امروز هم دارم از بخش های مختلف میشنوم، این فیلم رو تونستم توی مقطع زندگیم کار کنم. این برای من بزرگترین آورده است. ولی اینکه واقعا من بگم که یک فضای فراهم بود، به من گفتن که بهروز بیا بشین پشت دوربین، این امکانات هم در اختیار تو، دونه دونه ذره ذره این فیلم واقعا با یک انرژی چند برابر هر فیلمی انجام شد، فقط به خاطر اینکه این فیلم در واقع همه تلاش میکردیم که ساخته شه در شرایطی که قاعدتا ژان لوک گودار یه جمله جالبی داره، میگه که آدم وقتی میخواد فیلم بسازه یا باید جوان باشه یا احمق باشه، چون در حالت عادی فیلمسازی کار عجیبیه، کار نشدنیه. ما در بدون قرار قبلی تقریبا کار نشدنی را انجام دادیم، فقط به خاطر اینکه ما یه گروهی بودیم که واقعا هم امروز تشکر میکنم علارغم همه مسائلی که فیلم داشت و سختی هایی که گذروندیم، این اعتماد از طرف آقای رضاداد، از طرف بنیاد فارابی به من شد که آقا این مضمون رو تو میای کار کنی. و منم واقعا میگم سعیم این بوده هر آنچه داشتم انجام بدم، هر آنچه که داشتم، و نمیدونم بعد از این من چه جنس فیلمی میتونم بسازم، تصمیمی هم نگرفتم. ولی آقای جیرانی امروز اندازه اون دو سالی که بالا پایین ها و سختی های تولید گذروندم به اندازه امروز خسته نشدم. امروز خیلی بیشتر خسته میشم، نه امروز این فیلم، امروز هر فیلمی که داره اکران میشه، چون من نمیدونم این به قول فرمای شما دو قطبیه، من نمیدونم چه آورده‌ای برای کسی داره که فکر بخوان این تخیل و این تصور رو بسازن که بهروز شعیبی داره در واقع با یک جایی، با یک ماورایی، با یک مافوقی داره حمایت میشه فیلم بسازه. من واقعا الان نمیدونم به خدا فیلم بعدی من چیه، آیا میتونم بسازم یا نمیتونم بسازم. فیلمسازی همینه، همونطوری که خیلی های دیگه نمیتونن تصور کنن، همونطوری که من خجالت میکشم بگم که 5 سال پیش، همون سال 91 که ما فیلم داشتیم، حداقل که ما 5 تا 6 تا بچه های دستیار بودیم اگه خاطرتون باشه، با هم فیلم اولمون رو ساختیم. محسن قرایی رفیق عزیزم بود، افشین هاشمی بود، هادی مقدم دوست بود، احسان عبدی پور بود که حالا یه ذره در واقع احسان خب فیلم کار کرده بود ولی تو اون بخش به عنوان فیلم اول سینمایی اومد، ما با هم کار کردیم. من الان خجالت میکشم بعضی از این بچه ها نمیتونن فیلم های بعدیشون رو بسازن، یا بعضی از بچه هایی که تو این سالا فیلم ساختن و الان امکان فیلم بعدیشون رو ندارن. امکان داره یه کارگردان فیلم اولش رو بسازه، به روز فیلم دومش رو نتونه بسازه، به توان خودش مربوطه یک جایی، اما از اون جایی که به توان خودشون مربوط نیست، به بخشی از جامعه یا به بخشی از برخوردها با فیلم ساز من، و از اونجا ما اعتراض داریم. الا امکان داره تو یه فیلم بسازه خیلی خوب باشه، سال دیگه یه فیلم بسازی متوسط باشه، طبیعتاً فیلم سازا و یا سال بعد نتونی فیلم بسازی یا آدم دیگه بتونه بسازه. نکته‌ای که تو داری میگی خیلی نکته تاریخیه، این که اون فیلم سازان جوان باید بتونن موانع باید برداشته بشه سر فیلم سازی. الان در واقع موانع داره زیادتر میشه، موانع باید برداشته بشه سر فیلم سازی. بله. الان همه دارن سر موانع میبندن که این فیلم سازان جوانه که تو میگی بتونن فیلم بسازن، فیلم خودشونو بسازن. ببین فیلم های خودشونو بسازن. تو فیلمی که دوست داشتی ساختی، اون فیلم ساز جوانم بتونه فیلم خودشو بسازه. نگر اینجای فیلمو این کارو بکن، اونجای فیلمو اون کارو بکن، اینجای فیلمو این کارو بکن، اونجای فیلمو این کارو بکن، فیلم خودش نشه، فیلم دیگری بشه. کاملا درسته. آره، داستان تلخ امروز ما اینه. ببین من باز هم تقیم، هیچ اشکالی نداره که تو با فارابی فیلم میسازی، هیچ اشکالی نداره فلان فیلمساز حناس میسازه، هیچ اشکالی نداره که فلان فیلمساز داره
به شرط این اشکالی نداره که همه فیلم ها در کنار هم همه تفکرات عرضه بشه. اون وقت حناس هم دیده میشه، تو بیشتر دیده میشی، امکان داره فیلم دیگر کمتر دیده بشه یا بیشتر دیده بشه. بله. وقتی عده تفکرات نمیتونن دیده بشن و دیده نمیشن و حذف میشن، خب طبیعتاً چی میشه؟ میگن سینمای دولتی، سینمای غیر رقابتی، سینمای فلان. بله، همه جای دنیا فیلم پروپاگاندا داره. فیلم تو اصلا پروپاگاندا نیست البته. یک چیزی وجود داره، من فکر میکنم که آقای جیرانی همین الان یه آسیب شناسی بکنیم، غیر از ماجرای تبلیغیش که منم به نظرم چقدر خوبه که همونقدر که فیلم ما تبلیغ میشه در تلویزیون، فیلم دورمیشیان، فیلم آقای مهرجویی عزیز، اینها هم تبلیغ بشه. ولی من میگم الان در فضای سینمایی همین الان دو سه مدل فیلم اکرانه. بله بله. خواهشم اینه، نمیدونم کیها هستن، ولی خواهشم اینه این فشار از فیلمسازا بردارن. فضای ما فرامتنی داره این فشار رو ما بیشتر میکنه. واقعا بعضی از بچه ها ایده دارن و نگرانن که من ایده مو بسازم یا نسازم، میدونی؟ و این که این ایده رو بسازم یا نسازم ربطی به علاقه خودش نداره، ربط به این داره که ما راجع به همه چی باید محاسبه کنیم. حالا من یه ذره یک رویه اشتباهی دارم، من خیلی چیزها رو محاسبه نمی کنم، چیزی که فکر می کنم درسته انجام میدم، ولی دوره محاسبه شده. آقا فیلمسازی کار سختی شده، فیلمسازی با چند میلیارد فیلم ساختن در این دوره با هزینه های سنگین و برگشت نداشتن سرمایه ها، فیلمسازی خیلی کار سختی شده. دیگه از این سخت‌ترش نکنیم، یعنی الان از اینم سخت‌تر شده. یعنی من به این که آقا من این فیلم رو بسازم 10 میلیارد 20 میلیارد 5 میلیارد هزینه داره بهش فکر نمی کنم. همکارای من، دوستای من فکر میکنن که من این فیلم رو بسازم چه قضاوتی راجع به من میشه. خب ببین، جامعه سیاست زده، جامعه که به شدت سیاست زده است، خب جامعه که بحران اقتصادی داره، بحران اجتماعی داره، خب فیلم سازی تو سخت میشه دیگه. ببین، به هر جامعه از نظر اقتصادی دچار بحرانه، از نظر اجتماعی دچار بحرانه، از نظر سیاسی هم دچار بحرانه. جامعه بحران زده به هر حال کار هنری کردن تو سخته دیگه. من بیش از هر لحظه ای، وقتی من میگم دهه 60، دهه 70، دهه 80، برگردیم تو دهه 60، دهه 60 تو آخر دهه 60، سال 1370، مسافران تو ایران ساخته شده. بله. عرضه شده، جایزه گرفته در فستیوال. یعنی جایزه ویژه هیئت داوران گرفته در فستیوال. نرگس ساخته شده. جایزه کارگردانی گرفته. بله. در اواسط دهه 70 بوی کافور ادریاس ساخته شده، بیشترین جوایز گرفته. یعنی ما این دوره ها رو طی کردیم. اندیشه بهمن فرمانان عرضه شده، خطرناک هم نبوده. در واقع فیلم چیز ما، اون فیلم دیگه‌اش، در واقع فیلم‌های دیگه بهمن فرمانان. بله. در واقع تو این جامعه همه فیلم ها ساخته شده. چطور الان دیگه همه اینا احساس چه خطره؟ برای که آقای جیرانی، وقتی یک چیزی اتفاق میفته و ما هم شروع میکنیم خودمون این شکافه رو بیشتر کردن، من فکر میکنم که این داریم به این ماجرا دامن میزنیم. اولویتمون دیگه وقتی سینما نشه، من میگم ما به عنوان صنف سینما، من میگم یه جای دیگه ممکنه به سینما به عنوان اولویت اول نگاه نکنه، ولی ما خودمون در سینما به عنوان اولویت اول باید سینما رو نگاه کنیم. یعنی بگیم آقا یک صنعت، یک هنره و ما تخصص این رو داریم. معلومه وقتی آقای فرمان آرا فیلم زیبایی مثل خانه روی آب میسازه، بله بله، که من خیلی دوستش دارم، بله بله، وقتی این فیلم رو میسازه شروع میشه راجبش تفسیر میشه، نقد نمیشه فیلم. ببین، این تفسیرا همه فیلم ها، برای همه فیلم ها خطرناک. همونطور که برای فیلم سنتوری تفسیر اومد و سنتوری توقیف شد. بله. ببین، آن مدیران بسیار باهوشی که در سال 66 نذاشتن تفسیرهای روی اجاره نشینا غالب بشه، فیلم توقیف بشه، باید در سال سنتوری هم جلوی اون تفسیرها رو میگرفتن، ولی نگرفتن. به این نقطه اینجاست که مدیران باید جلوی این تفسیرها رو بگیرن. اون مدیری که پای اجاره نشینا واسطاد باید تقدیسش کرد در سال 66 که اجاره نشینا اکران شد. همین تفسیر راجبه اجانشنا بیرون اومد. و چقدر جریان‌های خوب ما در این سینما داشتیم
و همچنان میشه احیاشون کرد. بله کاملا. ببین من میگم جامعه‌ای که توش بویکافور اصلیاس خانه روی آب جایزه گرفته، اندیشه ها آمده بیرون تو این جامعه ساخته شده، دیدن مردم، چرا الان دیگه جلوشو میگیری؟ من بحثم اینه. ببین این جامعه که جامعه متکثری بوده، ما از دهه 60 اومدیم، بیضایی بهترین فیلماشو تو دوره بعد از انقلاب مسافران ساخته، باشو غریبه کوچک ساخته، بعد آقای بیضایی میاد فیلم آقای حاتمی کیا رو تدوین میکنه. بله. یعنی این دو نفر در یک جای درست کنار هم قرار، ارتباط بی‌نظیری اون سال. بله. همینو میگن. بله. ما این ارتباطات رو گذروندیم. بله. یعنی در واقع ما با این دوره، با این پیشینه، ما پیشینه داریم، تاریخ در سینمای بعد از انقلاب، تاریخ پرباری در سینمای بعد از انقلاب. پاش وای میستم که تاریخ پرباری در سینمای بعد از انقلاب. این معنیش این نیست که قبل از انقلاب تاریخ پرباری نداره. قبل از انقلاب هم تاریخ سینما پرباره. یعنی قبل از انقلاب هم ما فیلم‌های بسیار شاخصی داشتیم، از امیر نادری، از مسعود کیمیایی، از خود فرمانارا، از خود بیضایی و دیگر دوستان. بله. اما بعد از انقلاب تاریخ پربار سینما داره، همه کنار هم بودن. بله. یعنی من همینی میگم، چرا باید الان مرزبندی بشه بگن این اندیشه فلانه؟ نه آقا، ما داشتیم، ما در کشوری بودیم که تجربه کردیم. برای که یه چیزی که وجود داره و خطری که وجود داره که امیدوارم مردم تو این قضیه، مخاطب بهش کمک کنه، آقا لذت فیلم دیدنه. و لذت فیلم دیدن وقتی از مخاطب میگیری، یعنی مخاطب رو دوچار خوب و بد، تفسیر، اهم و فل اهم میکنی، یعنی به مخاطب میگی که آقا به این اعتماد نکن، به این اعتماد کن، فیلم اینو نبین، فیلم اینو ببین. وقتی اون دیگه، یعنی لذت فیلم دیدن از بین میره توی عام جامعه. یعنی من ممکنه که من یه سوالی دارم، آقای مهرجویی مگر فیلم اجاره نشین ها نساخته؟ آقای مهرجویی هم هامون هم ساخته. بله. اگه این دوتا فیلم رو ببینی انگار دو نفر ساختن، هیچ انگار نه انگار که از این نظر قابل واقعا تقدیر آقای مهرجویی که برای من خیلی انسان بزرگی، این دوتا فیلم مال دو تا، مال یک فیلم سازه، ولی قطعا دو جنس مخاطب داره. قطعا نمیگیم که مخاطب هامون اجارنشین ها نمیبینه، ولی ممکنه اون حجم مخاطب اجارنشین ها پای هامون نشینه، درسته یا نه؟ اون مخاطبه که میتونه از هامون لذت ببره باید لذتشو ببره، اون مخاطبی که از اجاره نشین ها لذت میبره باید لذتشو ببره. ما داریم این لذت رو کم میکنیم، یعنی به مخاطب یک قبل از اینکه فیلمی دیده بشه، فیلمی بیاد در فضای جامعه، داریم یه پیش‌داوری میدیم. ولی واقعا باید این رو مخاطب ما بدونه که ما توی این قضیه کاری نداریم و کاری نمیتونیم بکنیم. و موافقم هستیم که همه تیزرهای فیلم ها پخش. خیلی موافقم آقای جیرانی. ببینید برنامه هفت روی دوره شما کار میکردید. ببینید برنامه هفت دوره شما برنامه ای بود که اگر من میومدم برای نقدش، الان مثال الانو داریم میزنیم دیگه، بلا فاصله حسین دارابی هم میومد، بلا فاصله رضا دورمیشیان هم میومد، آقای مهرجویی هم میومدن. خب اینها وقتی میومدن تو اون دوره برنامه هفت، همه برنامه هفت رو به یک اعتدالی قبول داشتن. مخاطبش هم مخاطب برنامه هفت گسترده میشد، هم برای ما تلاش بود که بریم تو برنامه هفت. ببین همین آقای گبرلو بعد از ما با رخشان بنی اعتماد تو برنامه هفت مصاحبه کرد. بله بله، دوره آقای بله. گبرلو هم بله گبرلو با رخشان بنی اعتماد مصاحبه کرد. چرا ما ببین توی تلویزیون دوره آقای زرقامی احمد رضا احمدی آمد تو برنامه دو قدم بنده به صبح، شمس لنگرودی آمد. بله. تو برنامه تو تلویزیون آقای لاریجانی آقای شجریان آمد و عزت الله فولادمند مترجم فلسفه و کتاب چیز اومد، ببین کتاب پوپر اومد. ببین نقطه اینجاست، اینا تو تلویزیون اومدن، ما تاریخچه داریم. بله. ما تاریخچه داریم، یعنی اون زمانی که احمد رضا احمدی آمد تلویزیون صحبت کرد، اون زمان بعد تلویزیون کیمیایی اومد تلویزیون صحبت کرد. بله. چرا الان تلویزیون رو نمیاره صحبت کنه؟ به نظرم تلویزیون، من به عنوان کسی که حالا حتما مدیرانی داره، مدیرانش هم الان ببینن میگن آقا به تو چه ربطی داره به من نظر میدی، ولی من به نظرم تلویزیون نباید ضامن صحبت هر کسی باشه. ما یک اشخاص حقیقی آفرین. هر چی ما میگیم به خود مرسی مرسی. من میام تو تلویزیون حرف میزنم،
ضامن حرف زدن خودم و تلویزیون نباید برای همین اول عرض کردم تلویزیون نباید تحت فشار باشه به خاطر صحبت بهروز شعیبی. تلویزیون نباید تحت فشار باشه، کسان دیگه نباید به تلویزیون فشار بیارن. من ممکنه در تلویزیون بیام یه نظر بدم، یک کس دیگه یه نظر بده، یکی موافقه یکی مخالفه، ولی در کل تلویزیون به عنوان رسانه ملی باید با مخاطب خودش ارتباط گرم و صمیمی خودش کنه. تلویزیون یه چیز باید فکر کنه که خیلی مهمه، طبقه متوسط، ارتباط با طبقه متوسط. بله. و سینما تنها الان سینما و شبکه نمایش خانگی داره ارتباط حفظ میکنه و تلویزیون ارتباطش قطع با طبقه متوسط. و این طبقه متوسط یه تقاضاها داره، یه خواستهها داره. شما دارین برای طبقه متوسط هم فیلم می‌سازید. مثلا طبقه متوسط طبقه اصلی جامعه، یک جامعه طبقه پر، طبقه‌ای که می‌تونه جامعه رو شکوفا کنه. طبقه متوسط. من این چند روز پیش با یه دوستی رفتیم که یکی از سالن‌ها سر بزنیم. بعد این به من میگفتش که خب ببین تو الان اینجوری فیلم می‌سازی، مثلا این فیلمو ساختی، ببین چقدر بهت چیز میشه، چقدر بهت حالا اونور مطلب می‌زنن، چیزی میگن و اینا. بعد زمانی که داشتیم همین جمله ها رو میگفتیم، یک آقایی که سنشون بالا بود از سالن بعد از فیلم اومد بالا، اومدن بیرون و گفتن که ببین چقدر فیلم. اصلا نمیشون در واقع معلوم بود از ظاهرش یه آدم مثلا حتی میخورد ایشون مثلا یه مهندس بازنشسته باشه یا استاد. گفت چقدر فیلمت خوب بود، چقدر بعد که رفتن من به این دوستم گفتم، گفتم من کجا و با چه چیزی میتونم عوض کنم لذت اینکه یک آدمی که نه منو میشناسه و نه چیزی به من میگه فیلمتو دوست داشتم، من کجا اینو میتونم عوض کنم؟ نه فیلمتو رو هر کی اومده بود من باشون صحبت میکردم دوست داشتم. لطف دارین جشنواره دوست داشت. بروز تو بچه کجای مشهدی؟ من بچه محله آب و برق که الان شده هفتم تیر. توی آب و برق منظورت فلکی آب و برقی؟ نه خیر، بولوار وکیل‌آباد، این خیابان‌هایی که داره در واقع هاشمیه و نمیدونم الان دیگه بعد از آب و بعد از هفتم تیر شده صیاد و اینها. یه بولواریه توی بولوار وکیل‌آباد. بولوار وکیل‌آباد که خارج شهر بود زمان ما، الان جزء شهر دیگه مشهد. آره ولی به خود وکیل‌آباد الان اون بولواری که رو به پارک ملت کجاست؟ آره پارک ملت بره. اون بولوارای روبروش دیگه الان خیلی رفته، تا اون صیاد و لادن و اینا رفته. یه جایی داشت که اون موقع هم که ما بچه بودیم یعنی چیز بود، خیلی به هر حال به قول شما خیلی مرکز شهر نبود، ولی معروف به بولوار وکیل‌آباد. حالا من خودم هم دقیقاً اون موقع که ما مشهد بودیم سال مثلا موقعی 51 52 از مشهد تا وکیل‌آباد دوست یه ساعت ساعتیم راه بود اصلا. بله ممکنه میدانی که میگفتن میدان در واقع پارک ملت اون طرف بود، میدانی که میخورد پارک ملت مشهدیشو بگیم فلکه پارک. فلکه پارک آره فلکه آخر مشهد بود. خب نه اینا بعد از اون را چیز شدن که من الان جدیدن میرم آقای جیرانی انقدر از این مناطق مشهد لذت میبرم. یعنی مشهد خیلی شهر خوبی برای پیاده روی، خیلی برای قدم زدن شهر. بله اون موقع ما میآمدیم تو اون فلکه ای که میگیم فلکه، ما اونجا درس میخوندیم برمیگشتیم، تمام اون خیابون قبلش چیز بود، خونه زیاد توش نبود. نبود بله. تو اولین سالی که حرم رفتی چه سالی بود؟ یادم نیست ولی من متولد 58م، احتمالا تو همون سن خیلی کم. آها منم این نکته شما رو بگم که درست میگین، من یادمه که ما روی پشت بوممون در بولوار وکیل‌آباد چراغای حرم رو میدیدیم. یعنی من یعنی مثلا همون سال مثلا فکر کنید از موقعی که من یه ذره فهمیدم مثلا 4-5 سالم بوده، 62-63، من یادمه که وقتی میرفتیم پشت بوم چراغای حرم دیده میشد. الان قاعدتا دیده نمیشه، این وسط خیلی چیزه، خیلی شلوغ شده دیگه مشهد. خیلی تو وقتی که رفتی دور حرم ساخته شده بود موقعی که اولین بار رفتی حرم؟ نه خیر نه ساخته نشده. نه اون خیابونه که الان داریم میبینیم هیچ کنم شده. نه حتی حرمی دیدی که زمان قبل از انقلاب ساخت دورش خراب کرده بودن؟ بله. من حتی چیزی که یادمه خیلی مثل خواب یادمه، ولی این حتی این صحنه‌های جدید ساخته نشده بود. یعنی همین سه تا صحنه آزادی و صحنه به قول خودمون عتیق قدیمی که الان شده صحنه انقلاب و صحنه گوهرشاد من یادمه، صحنه‌های جدید ساخته نشده بود، اینقدر وسیع نشده بود حرم. آره زیرگذر نداشت حرم. اینها رو من یادم که خودت زیارتنامه می‌خوندی یا اول یا زیارتنامه بعد می‌خوندی؟ نه من اصلا یادم نیست که خیلی چیز باشم. حالا من خوشبختانه توی خانواده‌ای هم که شاید میتونم بگم که خیلی
مذهبی زیادی نبودیم، یه خانواده معمول که مثلا مادرم زیارتنامه‌شو می‌خوند، مادر من فرهنگی بود، پدرم کارمند بود و خیلی چیز نبودیم که بگیم. قبلا زمان ما قبلا زیارتنامه خون بود توی حرم و خانواده‌ها که می‌اومدن به زیارتنامه خون می‌دادن، می‌گفتن زیارتنامه بخون. الان هم هستن بعضی از یک روحانیان جوانی بودن که زیارتنامه می‌خوندن. بعداً پدران ما زیارتنامه خوندن و در واقع بدخورمون زیاد. من می‌خواستم اینا رو خیلی خاطراتی بپرسم. جالبه. یاد کنیم از رضا صابری بازیگر تو. خدا حفظش کنه. که در واقع از سالی که من یادمه 48-49 به هر حال توی اداره برنامه تئاتر بود و من یادمه توی در واقع نمایشنامه چوب دستای برزیل که همون بازی می‌کردیم یکی از بازیگران بود و بعد در همونجا شروع کرد به نوشتن نمایشنامه و نمایشنامه اسمت رو نوشت که در واقع همه توش بازی کردیم در سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 51 بود که اسمت رو نوشت و بعد شد نویسنده معروف خراسان که یک نمایشنامهش در تلویزیون پخش شد که من یادمه میرحسین موسوی براش پیام فرستاد سال 62 بود یا 63 بود برای نمایشنامهش عیاس یادم رفته اسمش رو براش پیام فرستاد که چقدر نمایشنامه خوبی بود شب تلویزیون پخش شد من این مثلا خاطرات اسم نمایش یادم رفته و بعدن دیگه نمایشنامه نویس فعال و اکتیو خراسان شد بعد آمد تهران یه مدتی هم تهران زندگی کرد باز دوباره برگشته مشهد بله. که در فیلم شما بازی کرده و چقدر هم خوبه تو این فیلم شما خیلی به من افتخار داد آقای صابری خب به هر حال به قول فرمایش شما وقتی تاریخ نمایش مشهد مرور می‌کنین رضا صابری آدم مهمیه اسم مهمیه درش بله بله. خدا رو شکر که من همین تازه هم رفتم الان اجرا دارن تو مشهد یعنی یه گروهشون بعد یک کار تئاتر روی صحنه دارن یه شب ما با آقای اسعدیان و دوستان رفتیم نمایش ایشون رو دیدیم چه خوب آقای صابری ماشاءالله همچنان فعال همچنان دست به قلم همچنان داره کار میکنه و خیلی خیلی خوبه من اصلا وقتی این اتفاق افتاد که آقای صابری اومد بازی کرد باورتون نمیشه انگار مثلا یکی از دست نیافتنی ترین چیزهایی که بهش فکر میکردم بهش رسیدم این عکسایی که داره میره من فقط یه نکته بگم پگاه آهنگرانی تو ایران نیست یعنی یه چند وقتی بود که در واقع رفت سفر و نبود حالا جاشو خالی کنم دلمون هم براش تنگ شده پگاه خیلی برای فیلم ما زحمت کشید خیلی خوب بازی کرد هم این دوست ما مصطفی عزیز خیلی خوب بازی کرده از اون بازیگراست که من براش خیلی احترام قائلم خیلی انسان خوبه با تفکر خودش کار میکنه خیلی احترام قائلم پگاه آهنگرانی هم خیلی براش احترام جفتشون خیلی خوب بازی خیلی خوبن خیلی هم همکارای خوبی بودن یعنی خانم چیدم خوب بود تو فیلم الهام کردا بازیگر خیلی خوب اون خیلی خوب بود. خیلی خوب اون مرد با بازیگر مقابلش هم خوب بود اسمش چی بود آها امین میری امین آها خیلی امین یکی از اتفاقات خوبه یعنی در سالهای بعد ان شاءالله بازیای خیلی متنوع‌تر از امین خواهیم دید فیلم بردارت کی بود محمد حدادی کار اونم خوب بود خیلی فیلم بردار خوب جوون عطا مهراد عطا هم خوشبختانه اینا اولین کاری بود که من تقریبا همه اعضای گروه به غیر از گریم که همیشه ثابت خانم های کمالی بقیه اولین کارمون بود ولی خیلی با هم رابطه خوبی داشتیم خیلی گروه مچی داشتیم خیلی گروه خوبی بودن همه چیز خوبه بعدم ضمناً یاد کنیم از فیروز سباقی مهدی سباقی خدا رحمتش کنه بازیگر مشهدی که در واقع چندی پیش درگذشت بله. و به خانواده‌اش تسلیت میدیم من به بهروز شبی این برنامه رو تقدیم میکنم به رضا صابری مسابقه خودمون رو با یاد اون و با یاد خاطره فیروز و مهدی سباقی بازیگران مشهدی که در کنار هم بودن در نمایشنامه چوب به دستای برزیل و نمایشنامه اسمت که با هم نوشته بودن و با هم این گبته رضا صابری نوشته بود فیروز هم توش بازی میکرد یا مهدی سباقی توش خیلی ممنونم آقای جیرانی که یاد خراسان مشهد کردین من خیلی خیلی در واقع خوشحالم که راجع به خراسان فیلم ساختم همونطور که امروز بیشتر درک میکنم وقتی فیلمسازهای دوستای من مثل احسان عبدیپور برای جنوب میسازه یا فیلمسازهای راجع به سیستان و بلوچستان فیلمسازهای خیلی خوبمون راجع به کردستان و منطقه کردنشین عزیزمون وقتی این رو درک میکنم میبینم که ما در چه مملکت و در چه سرزمینی هستیم و امیدوارم هممون بتونیم از این بیشتر لذت ببریم از این همزیستی که داریم انشالله
من میخوام بگم که به دوستای ما که فامیلیتون هم هستن سلام برسید. به عباس و هاشم احمد که دوستان من هستن و فامیلیتون هستن سلام برسید. قربانتون. اونا بچه های مشهد خیلی خوب هستن که میان تهران و میرن و مشهد هم هستن. در اونا همیشه هر وقت هستیم ذکر خیر شما هست. آره اونا دوستان سابق ما در تربت در ایران مشهدن و فامیلیتون هم هستن. بله. در حال ما یه اینطوری ارتباط داریم. قربان. بعد آرزوی موفقیت دارم. قربان محبت. خیلی آرزوی موفقیت دارم. باز هم راجع به مشهد فیلم بساز. مشهد زمینه خیلی، اصلا خراسان زمینه خیلی زیادی داره برای فیلم سازی و ما هم که در واقع همشهری ما هستی دیگه، در واقع البته ما در تربت ایدری هم زندگی کردیم، در مشهد هم البته مشهد. شما خیلی تجربه های جالبی دارین، یعنی جاهای مختلف، آدم های آره جالب. آره من تربت ایدری هم بودم، ولی خب ما مشهدی تلقی میشیم چون به خاطر پدرمون که مشهدی بود دیگه، در واقع مشهد به دنیا آمده بود. مشهد موفق باشه. قربونتون، خدا شما را حفظ کنه. ممنونم. آره. از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه بودن ممنونم. شب بخیر.